توی این بیمارستان 3 تا بخش آی سی یو کووید اضافه شد و 3 تا بخش عادی هم دوباره به این بیماران عادی کووید اضافه شد. بیمارانی که الان مراجعه میکنن از نظر وضعیت بیماریشون ریه کمتر درگیره، ولی اونایی که بیماری زمینه ای دارن بیماری زمینه ایشون رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و مرگ و میرای بیماری زمینه رو بالا برده. ما توی پیکای قبلی حداقل امید داشتیم که بیشتر از نیمی از بیمارانی که توی آی سی یو کووید بستری میشن مرخص بشن از آی سی یو، ولی توی این پیک اخیر بیمارانی که تو وارد آی سی یو میشن اکثرا با عوارض شدید بیماری زمینه ایشون و که کووید هم روش سوار میشه و این حالت رو شدیدتر میکنه مواجه میشن. و مریضایی که ما الان داریم ویزیتش رو میکنیم یه مریضای با عوارض بیشتر و حال وخیمتر که درست کرونای اونایی مداری نسبت به سری قبلی درگیر ریه کمتری داره، ولی مرگ و میرشون به علت عوارض بیماری زمینه خودشون بیشتره. اینجا ما 9 تا تخت داریم که متاسفانه تو این چند هفته اخیر همش پر بوده. اگه مریضی انتقال پیدا میکنه یا متاسفانه فوت میکنه بلافاصله پشت سرش مریض سریع پذیرش میشه، در صورتی که ماه پیش اصلا اینجوری نبود. ما مثلا شاید 3 تا 4 تا 5 تا نهایت مریض داشتیم، اما الان جوری شده که حتی آی سی آی دیگه‌مون هم مجبور شدیم به کووید اختصاص بدیم. اومیکرون خیلی قدرت سرایت زیادی داره و با توجه به اینکه کووید توی هر فردی یه سری علائم مخصوص به خودش رو میذاره، یعنی هیچ فردی ممکنه حتی مثل هم علائم رو نگیرن، ما درگیری رو داریم. توی پیک 6 ما کودک زیاد داشتیم، به برخلاف پیک‌های قبلی که بیشتر بزرگسالا میگرفتن، کودک مثلا 2 تا 3 تا اینا رو داشتیم، اما تو پیک 6 خیلی کودک داریم. اکثر بیمارای ما توی یه دوره همی بودن، یه مهمونی بودن. 4 تا 5 تا الان به شکلی هستش که ما پذیرش آی سی یومون منفی هستش و نه تنها یک بخش آی سی یو داریم، بلکه الان 3 بخش آی سی یو کرونا داریم. حالا درسته که به خاطر واکسیناسیون و تجارب گذشته ما این قضیه رو مدیریت میکنیم، اما اون چی که واضحه ما الان در پیک هستیم و به نظر میرسه داریم تو این دامنه هم همچنان بالا میرویم. متاسفانه بحث اومیکرون حالا درسته که خفیف‌تر از دلتا هستش، اما ساده انگاری ها هم به موازاتش بیشتر میشه. حالا خستگی مردم دیگه واقعا حوصله سر رفترشون، ایام خاصی که داریم به پایان سال نزدیک میشیم، خریدها رو داریم، یا ایام مناسبت های مثلا مذهبی داریم که میطلبه که مثلا مردم دور هم دیگه باشن، اینا باعث میشه که خب این انتقاله بیشتر بشه. متاسفانه اومیکرون هم سرایتش 2 تا 3 برابر دلتا هستش، درسته ضعیف‌تره اما انتقالش خیلی بیشتره، درصد سرایتش خیلی بیشتره و اینا همه باعث میشه که جامعه آماری ما بالاتر بره و اونایی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن یا واکسیناسیونشون خدای نکرده کافی نبوده یا ایمنی توشون ایجاد نشده واقعا مبتلا بشن. من توصیه می‌کنم به مردم اولا بحث واکسیناسیونشون جدی بگیرن، دوزای بوسترشون رو بزنن و حتی بعدش آنتی بادی چک کنن و مطمئن باشن که این واکسیناسیونشون مؤثر بوده و به صرف اینکه حالا یه واکسنی از هر نوعی زدن خیلی خیالشون رو راحت نکنن و دیگران رو مبتلا نکنن. مریضایی که ما داریم الان اکثرا مریضایی هستن که سنشون بالاست، افرادی کم سن سال هم داریم، ولی اکثرا افرادی هستن که سن بالا دارن و بیماری های زمینه ای دارن. اکثرا هم افرادی هستن که 3 دوز واکسنشون رو زدن یا 2 دوز واکسن رو زدن، پس بنابراین واکسن ممکنه به ما کمک کنه که بیماری رو در شرایط ورحال ریسک خیلی پایین تر بگیریم، ولی میگیریم، دلیل نمیشه که ما مبتلا نشیم. پس بنابراین همه مردم عزیزمون لطفاً به این نکته توجه کنن که فکر نکنن چون واکسن زدیم ما اصلا ممکنه در معرض ابتلا به کرونا قرار نگیریم. الان تقریباً 3 تا بخش آی سی یو و 3 تا بخش عادی باز کرونا باز شده. سختی این پیک بیشتر دامنگیر پرسنل شده و کمبود نیرو شدیداً به خاطر درگیری همکارمون حس میشه و تعداد شیفتامون خیلی زیاد شده. اکثر همکارای ما الان گرفتار شدن و خانواده هاشون هم تو این پیک گرفتار شدن.
دلیل کمبود نیرو استعلاجی ها 5 روز تا 3 روز شده و بچه ها با حال بد سر کار میام. ولی دیروز چکش کردیم اوکی بودا. این جمعه شده تو حلقه؟